سلام بر شما. به اخبار این ساعت از شمشاد خوش آمدید. در ابتدا هم سرخط خبرها. قوانین ساخته شده به دست بشر قابل تطبیق نیست. نشست خاص شیخ بت‌الله آخوندزاده با والیان ولایت ها. خواست های اساسی در آن به بحث گرفتن نمی شود. افغان ها خواهان تحول اما نشست ها برخلاف توقعات به پایان می رسد. و هشدار کوریای شمالی از آغاز جنگ اتمی با آمریکا. مشروع خبرها، من شکریه نیازه هستم. شیخ بت‌الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی با والیان ولایت ها نشست خاص را برگزار کرده است. در نشست برگزار شده امیر امارت اسلامی در جریان سخنرانی با وضاحت گفته است که قوانین ساخته شده به دست مردم قابل تطبیق نیست و اولویت امارت تنها قانون شریعت اسلامی است. او در اظهاراتش افزوده که والیان ولایت ها در اعمال خود از عدل کار گیرند و به اساس خواست مردم فیصله ننمایند. یک نشست میان شیخ بت‌الله آخوندزاده زعیم امارت اسلامی و والیان ولایات در ولایت کندهار برگزار گردید. در نشست یاد شده زعیم امارت اسلامی به والیان توصیه نمود که قوانین وضع شده سوی مردم قابل تطبیق نیست و نه به اساس خواسته های مردم فیصله ها صدور می گردد. حاکمیت در امارت اسلامی از احکام الله جل جلاله است. بر اساس خواست و مزاج مردم در آن فیصله صورت گرفتن نمی تواند و نه هم این نظام جمهوریت است. لذا شما تمام فیصله های رهبری را که مطابق شریعت باشد به پیشانی باز عملی نموده و در برابر آن اعتراض ننمایید. امیرالمومنین امارت اسلامی به والیان تاکید نمود که در اعمالشان از عدل و انصاف کار گیرند و تلاش های زیاد را در از بین بردن تعصبات قومی و زبانی نمایند و به تمامی مردم اصول و شریعت اسلامی را تطبیق نمایند. ما حاکمان نی بلکه خادمان دین هستیم. برای مردم احکام شرعی را برای نافذ شدن می رسانیم. امیر در فرائض، واجبات و حرام هیچ گونه تصرف نمی تواند، بلکه تنها مباحات با امر امیر واجب و یا با نهی حرام می شود. ما خواهان شریعت کامل هستیم و تمام مسئولین باید به شریعت برابر باشند. کارشناسان به این باورند که به هدف حل نمودن مشکلات جامعه مطابق اصول اسلامی قوانین وضعی لازمی می باشد و حکومت باید بر علاوه ایجاد قوانین وضعی حق نظر دادن سالم را در حکومت برای مردم نیز بدهد. اصلی قوانین او اصلی جوند ده ایجاب کهی چه ده شریعت پرنا که دست قوانین جور شی ده انسانان و لخواه ده هواد ده خلق و لخواه دست قوانین جور شی چه پاگه که ده هواد عدی خلق هم خپل حقوق او مکلفیتن او پیجنی. امیرالمومنین امارت اسلامی با والیان تاکید بر کمک نمودن با بیوه‌زنان، یتیمان و گدایان نظام قبلی نموده و خواسته است که حقوق زنان به اساس فرمان صادر شده 6 ماده‌ای چند ماه قبل داده شود. خواسته های افغان ها در نشست های برگزار شدنی در مورد افغانستان مورد توجه قرار نمی گیرد. در نشست تاشکند نیز برخلاف توقعات جهان و افغان ها در مورد خواسته ها عمل نشد. افغان ها می خواهند که چالش های سیاسی و اقتصادی در برابر این کشور با پایان برسد و درب مکاتب بسته شده در برابر دختران بازگردد. نشست تاشکند تنها در مورد تعهدات و خواستهای ازبق با پایان رسید. بیست کشور و سازمان‌های جهان در تاشکند، پایتخت ازبکستان، در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کردند. نشستی که برخلاف توقعات افغان‌ها به پایان رسید و در آن وعده جدید ارائه نگردید. نشست‌های برگزار شده در مورد افغانستان همیشه بدون نتیجه به پایان رسیده است. در پیوند به برگزاری نشست تاشکند، انتظار می‌رفت تا مشکلات در افغانستان با آن ختم گردد و هرچه عاجل‌تر درب مکاتب دختران باز خواهد شد. در کنار این،
خواست های افغان ها از امارت اسلامی و جهان این است تا بحران بیکاری ختم گردد و افغان ها روی تشکیل یک حکومت با هم کنار بیایند که هیچ طرف در آن بهانه را برای مخالفت به میان نیاورد. ولی آنچه که دیده میشه بعضی مسائل و مشکلات سر رای از یا وجود داره در افغانستان که این از این مسائل جامعه جهانی عبور کرده نمیتونه. این مسائل تحصیل دخترها و خانمای در افغانستان است، زمینه تحصیل برای طبقه اوناست، تحصیلات عالی باید هر زودتر مساعد شه و دروازه مکاتب باز شه. با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان وخیمتر می شود و در این کشور بحران بیکاری و مهاجرت در حال افزایش است. اما در بحث ها میان طالبان و جهانیان هیچ گونه اقدام عملی به چشم نمی خورد، بلکه موقف جدی هر دو طرف چیزی است که در اینجا زندگی افغان ها را متاثر ساخته و ظاهرا این کشور را با مسیر نامعلوم روبرو کرده است. ولی په خاطر چې په افغانستان کې هغه اقتصادي ناخوالې چې را روان دي او هغه اقتصادي بحرانونو سره چې افغانستان مخ دی، د دغه بحرانونو د حل لاره د پیدا کولو لپاره ګاونډي ملکونه خپل د اقتصاد او د افغانستان د جغرافیا او د دغه ملت د اقتصاد په ډګر کې دوی هغه تشویشونه چې لري د دغو تشویشونو د رفع کولو او د دغو بحرانونو د حل لپاره یو د مثبت لارې پیدا کولو دوی ژمن او تلاشونه روان دي. در نشست تاشکند از امارت اسلامی خواسته شد تا حکومت خود را همشمول سازد و به حقوق زنان و دختران احترام نماید. اما این یکی از خواسته هایی است که سرخط هر نشست برگزار شده از سال قبل تا حال در مورد افغانستان است، در حالی که به آن عمل هم نشده است. افغان ها از این گونه نشست ها توقع و یا انتظار دارند تا تحریم های وضع شده سیاسی و اقتصادی از سوی جهان به این کشور به پایان برسد. په کار ده چې د خلکو له غوښتنو سره سم او د اوسنۍ نړۍ او عصر له تقاضا سره سم پریکړې وشي تر څو یو ځل بیا نړۍ افغانستان ته مخه کړي او په ډیرو مهمو مواردو کې چې موږ ورته اړتیا لرو په ګډه مخته ولاړ شو. اما تا زمانی که طرفهای جهانی و امارت اسلامی روی موقف خود بیستد، آمدن یک تحول مثبت در افغانستان بعید از حقیقت است. خواسته ها این است که طرفهای دخیل برای اهداف سیاسی خود مردم عام را با مشکلات مواجه ننمایند. تهران تازه در رابطه با فاز دوم بند کجکی هلمند عکس العمل نشان داده است. مقامات ایرانی گفتند آنها می خواهند از آب افغانستان حقابه خود را به دست آورند، اما این ادعای ایران غیر قانونی و خلاف اصول عنوان می شود. ناظرین میگویند که ایران بعد از معاهده سال 1351 هلمند سالانه چند برابر بیشتر از معاهده آب به دست آوردن و باید با آن محاسبه صورت گیرد. اما امارت اسلامی گفته خشکسالی افزایش یافته و نیازمندی های افغان ها را برآورده کردن نمیتواند، به ایران چگونه خواهد رسید؟ دا افغانانو کاملا حق دی چې دوی د خپل کورنۍ منابع وڅخه په څه شکل چې غواړي ګټه پورته کړي. د ایران اداوی بی ځای غیر قانوني او د نړیوالو اصولو سره برابر اداوی نه دي. که چیرې ایرانیان غواړي چې خپل حق واخلي، نو دوی د اعلیحضرت ظاهر شاه د وخت د قرارداد څخه راپدې خوا باندې 200 سلنه زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي، کوم څه چې افغانان حق لري د دوی سره محاسبه وکړي. ایران خواته هم که زمونږ هری رود دی او نور سیندونه دي، په وړیا توګه ایران ته ځي. کله چې مونږ بند جوړو چې خپلې مځکې خړوبې کړو، دوی بیا ممانعت کوي. اوله خو زه باید خپل کور غم وکړم. ته هلمند ته ولاړ شه، نیمروز ته ولاړ شه، موږ هلته تللي سفرونه هم کړي دي. خلک دې څښاک اوبه نه لري، دومره وچکالي ده. نو په دغه وخت کې په هغه باندې پوره عمل کول په معاهده باندې دا ډېر ستونزمن کار ده. بزګران هم فصلونه یې وچ شو، د مالدارانو تقریبا مالونه له تنجې مړه شو. چې دلته یاري اوبه نه رسېږي، بیا به هلته څنګه رسېږي؟
از سوی دیگر، باران‌های شب گذشته در کندهار خسارات هنگفت مالی و جانی را به جا گذاشته است. مسئولین محلی کندهار می‌گویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها 8 تن جان باخته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب‌ها در پهلوی فصل‌های زراعتی به حاصلات انگور نیز خسارات را وارد کرده است. در نتیجه باران‌های طوفانی شب گذشته در چندین ناحیه شهر و ولسوالی‌های ژیری، سپین بولدک و شاولیکوت ولایت کندهار سیلاب‌های سرازیر شده که تنها در ولسوالی ژیری جان 6 عضو یک خانواده را گرفته و شماری از خانه‌های مسکونی را نیز تخریب نموده است. اگر چرا لمدلت می پسرای کی ډیرو براغل می راځه بیا دا جوال پاتو مردل تور ته ولاړو چې اولادونه می ټوله وېستل ما ورته ویل چې ولاړ شي په دوه خانه کې کښېنه هغه چې په دوه خانه کې کښېناستل پنځه دی کېنې تېرې شوي چې اوبه ډېرې شدیدې ډېرې زورورې وې نو بس ټوله په یوه دم باندې دا دواړه چاته ولوېدل او شپږ کسان وو چې هغه شهیدان شو اوس رای ونړېدې اوبه راغلې ماښام شنیانو ژړل شنیان یې یووړه حیوانان یې یووړه ټوله شان یې یووړه در نتیجه سرازیر شدن آبهای سیلاب ها خسارات زیاد در ولسوالی سپین بولدک نیز وارد گردیده، اما مسئولین می گویند که به واسطه نیروهای هوایی افراد گیرمانده در این سیلاب ها را در یک عملیات نجات دادند. مسئولین ریاست اطلاعات و کلتور کندهار می گویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شب گذشته در کنار خسارات مالی به شمول یک زن 8 تن در آن جان باخته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. خواشنی سر باید گویم چه تیر شپر کندهار پر جن و حوزو که همدر از پجاری و بودک و سوالی که نسی قبول آمان سخه هیوادوال و تزین هیوادوال مالی و زهنی توانم نرسی دیدی پر طول و خیریه طولون و بنسرون بانی مرغ داری و داغ وقت که تخبول هیوادوال سر همکاری و که کما پر سر و که تو داغ سیلاب سکل هیوادوال داغ بد وزیاد سخه نجات پیدا که تقریبا هوا تدن شیدن باران‌های طوفانی شب گذشته بر علاوه خسارات مالی و جانی به حاصلات انگور این ولایت نیز خساره وارد نموده است. باغداران می‌گویند اگر در بخش نجات حاصلات همراهشان همکاری صورت نگیرد خسارات مالی هنگفت برایشان وارد خواهد گردید. تیر ماشام بارانونه چې وسوله د خلکو تیم زیانونه ډېر اړولي دي او انګورو ته خو یې په سل فیصده کې نوي فیصده یې زیان ور اړولي لس فیصده یې پاتې دي نور انګور ډېر تاوانیان کړي دي بس په تاوان یې دغه چې په لس لکو باغ چې وو اته لکه یې تاوان ورسولی دي دوه لکه یې پاتې دي دا خو وچکلي سوله پر موږ باندې بیا ګرمي سوله لمبې باغونه را واله برۍ باران باندې وسو په سل کې 80 فیصده زموږ د لاسه ووتله او راسته سوله اوبو یوړله دوه فیصده یې پاتې دي نو موږ د موسسات څخه موږ د نور څخه دا خواهش لرو چې موږ سره د تجارانو سره څه نه څه کومکونه وکړي به دلیل باد و باران‌های شدید در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار صدها شیشه های برق سولاری شکسته و کشتهای موسمی تازه را نیز از بین برده است. مسئولین ولایت کندهار از نهادهای جهانی می‌خواهند تا کمک‌های عاجل بشری را برای خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌ها برسانند. علمای اهل تشیع و سنی مشترکاً مسئولیت دارند که برای پیشرفت و وحدت کشور کار نمایند. شیخ خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف در جریان سفر به ولایات این بار به بامیان رفته و در آنجا با مردم و علمای اهل تشیع و سنی این ولایت دیدار کرده است. حنفی افغانهایی را که در خارج از کشور به سر میبرند متهم نموده که در افغانستان به مسائل قومی و مذهبی دامن زده، اما میگوید به کسی اجازه نخواهد داد که به اهداف شوم خود در این کشور برسند. سرپرست وزارت امر بالمعروف در جریان سفر به بامیان در دیدار با بزرگان مردمی و علمای اهل تشیع و سنی روی یکدیگر پذیری در افغانستان تاکید نمود. خالد حنفی خطاب علما گفت که در حال حاضر مسئولیت سنگین به دوش این عالمان دینی است که مردم را به همکاری و سپاسگزاری به این نظام جلب نماید. سرپرست وزیر کشورهای جهان و ناتو را متهم کرد که تلاش می‌ورزند تا کلتور خارجی را در افغانستان عملی بسازند و عنانات خود را بر این مردم تحمیل نمایند. تمام سرمایه کشور افغانستان را یا بردن
آلی هم گشنه هستن در خارج شیشتن و اسلامی امارت جرح میکنن از طریق رسانه ها و ایمای و اشاره اغیار و عادت دارن به خاطر از این که زیاد کدام پول داشتن اما پول فعلا کم شده مکمل ختم نشدن همی وطن فروشا و ملت فروشا. الحمدلله اسلامی امارت نه دین فروش است و نه وطن فروش است و نه ملت فروش است. شیخ خالد روی عملی نمودن نظام اسلامی در کشور تاکید نمود و برخی از افغانهای ساکن در خارج را برای دامن زدن به مسائل قومی و زبانی در افغانستان متهم کرد که امارت اسلامی هرگز به آنان اجازه تخریب نخواهد داد. وای افراد تفرید دارند. دین ما شما خو اعتدال میان روی است به اساس به حساب فکر و عقیده. الحمدلله. لذا این یک سرور است، این یک خوشحالی است همی صحنه که اهل تسنن و اهل تشیع علمای کرام در یک زیر چتر ما شما ششتیم. الحمدلله قرآن ما شما یک و خداوند کریم یک و نبی علیه السلام یک. ولی دشمن کوشش میکنه در ما بین ملت افغانستان فرقواریت را بندازه، انشالله واکامیم نمیشن. بامیان یکی از ولایت های است که بیشتر باشندگان آن اهل تشیعند و در اینجا یک جا با علمای سنی در نشست اشتراک نمودند. آنان از سرپرست وزیر میخواهند تا در بحلوی تامین امنیت مراسم عاشورا محتسبین اهل تشیع را در چوکات وزارت امن بالمعروف به وظایف بگمارند. عرض بکنم این است که در ایام عاشورا و محرم انتظار و امیدی که علما از امارت اسلامی مخصوصا از بخش‌های امنیتی دارد مسئله تأمین و پوشش امنیتی مساجد حسینیه هاست. در اینجا تعدادی از برادران اهل تشیع هم باید انتخاب گردد تا هماهنگ بتوانیم ما کار کنیم و هماهنگ بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. شیخ خالد حنفی علمای دینی سنی و اهل تشیع را به کار مشترک فرا خواند و از آنان خواست تا به وحدت در کشور کار نماید. سرپرست وزیر یک بار دیگر درباره عملی سازی فرمان امیر امارت اسلامی تأکید کرد که در آن در پهلوی نگماشتن افراد خردسال در آن از اصلاح موهان نیز یادآوری گردیده است. قیمت مواد اولیه در این اواخر در مزار شریف مرکز ولایت بلخ افزایش یافته است. دوکانداران علت اصلی آن را بالا رفتن قیمت مواد در بازارهای جهانی عنوان می کنند. در این حال برخی از باشندگان از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در بازارها نیز شکایت دارند، اما مسئولین می گویند که در قیمت مواد خوراکی کاهش اندک به وجود آمده و در آینده نزدیک قیمت ها دوباره کاهش خواهد یافت. این مرکز بزرگ مواد خوراکی اولیه در شهر مزار شریف است. گفته می شود که در این اواخر قیمت مواد اولیه خوراکی در شهر مزار شریف دو برابر افزایش یافته است. در این حال برخی از باشندگان این ولایت از بلند بودن قیمت مواد خوراکی اولیه شکایت داشته و از امارت اسلامی می خواهند که برای کنترل نرخ ها در بازارها گام های عملی را بردارند. از همه گفتم بده که مشکلات جاف هست، قیمتی بهات خود رسید یک میلیارد در 2750 رو برسید. روغن هم به جان گفتم بده که در 3050 شکر رو بگویم همون تو. کلی نرفا بالا رفته میبینی کلی مردم بیکار هستن. به زرنگوالا در میجه از غرتگوالا هم میجه از دوکان های مسلمان هم میجه هستن. همه یک کاروبار بسیار ضعیف هست. چه یا خواه بیکاری بیوزدشی یا بلا خواه دقا سیدوار بایشی نو خلق اندیکمان کردی. ما گفتم به اسلامی امارات به چارواکو څخه دا ده چې دوی د خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او همدارنګه د خوراکي توکو په بیې کې د کنټرول رامنځته کړي. در این حال برخی از دکانداران میگویند در گذشته مواد خوراکی زیاد به کشور وارد میگردید، اما اکنون این واردات کاهش یافته است. آنان از مسئولین امارت اسلامی میخواهند که بر واردات مسئول گمرکی را کاهش دهند که در قیمت مواد خوراکی نیز کاهش بیاید. به گفته آنان در حال حاضر در خرید و فروش آن نیز کاهش دیده میشود که دلیل اصلی آن وضعیت بد اقتصادی و بیکاری مردم عنوان میشود. حساب همی برکرای برق ما بسیار بالاست. کیلووات 20 روپه از ما میگیره، باید
اینمی صرفی برق ارزان شود، دیگر کاروبار که نیست نکم یک ذره مالیات ما ارزان شود که به خیر خوبی ما بتانیم کاروبار خدا خوب پیش ببریم. چرا کال مردم هم یک ذره بیکاری است، برای جوان ها شرایط کاری پیدا نیست، در مردم ما مشکلات ها زیاد است. ما اینمی که خواهش داریم که یک ذره شرایط کاری به خیر برای جوان ها، برای دکاندار ها شرایط کار ایجاد شود. از سوی دیگر رئیس اصناف ولایت بلخ میگوید در حال حاضر در بازارها نسبت به گذشته قیمت مواد خوراکی اندک کاهش یافته است. به گفته او در چند روز آینده قیمت این مواد بیشتر کاهش خواهد یافت و از دکانداران میخواهد که از احتکار دست بردارند. ما از دکاندارای خودم تقاضای ما این است که همونطور که در بلند رفتنش کوشش کردن، ان شاء الله در پایینش هم کوشش کنن گشا باشن که در امروز نرخ با نرخ جهانی سودا کنن. فعلا نرخ پایین آمده، ان شاء الله که همگی مارکت و دکاندارا و تاجران و همکار از با مردم و با امارات اسلامی افغانستان امیدوار هستیم که از یام که خوبتر شد. قیمت مواد خوراکی در این اواخر در کشور و بازارهای جهانی افزایش یافته است و این در حال است که سطح فقر و بیکاری در کشور نیز روز به روز در حال افزایش می باشد. با بیجا شدگان جنگ ها کمک نقدی صورت گرفت. UNHCR با 795 خانواده کمک نقدی کرد که بعد دلیل جنگ ها به شهر کابل مهاجر گردیدند. کمک گیرندگان می گویند این پول نقد چرخ زندگیشان را جاری نگه داشتن نمی تواند و خواستشان این است که در قسمت اعمار سرپناه دائمی با آنها کمک صورت گیرد. موسسه UNHCR در هفته روان با 795 خانواده نیازمند در کابل پول نقد کمک کرد که به دلیل جنگ ها به شهر کابل مهاجر گردیدند. قابل ذکر است که موسسه نام برده با هر خانواده نیازمند $200 امریکایی کمک صورت گرفته است. مسئولین وزارت عودت کننده ها و مهاجرین می گویند این روند از سوی موسسه یاد شده از یک هفته بعد این سو آغاز گردیده است که امروز سومین روز توزیع کمک های آن بود. دغه کورنۍ چې بیرته خپل وساحو ته ستنیږي هلته به ورسره د شلټر په برخه کې د خوراکي موادو همداشان $400 به هم ورسره مرسته کیږي چې موږ بیا هم د دوی نه مننه کوو او دغه پروسه به انشاءالله روانه وي. خروتی اضافه می کند با خانواده های این کمک ها را جاری نگاه خوان داشت که به دلیل جنگ ها خانه هایشان را تخریب و یا از بین رفته باشد. کورونا مورونا هم جوړ نه دي، دونه مجبور است تو دې اندازې نه است او په حلقه ما حل سوګ ګوري ما په حل باندې به نور دا نور مسلمانان هم ډیر افسوس کی ول بچی می ټول واړو واړو دي ټول مریضان دي دیو زستر ګم په دغه جنگو کې جوبل شوې ده وسط اوانه نه لرم چې علاج ورته کوم لاس کلان زوی می ده. کمک گیرندگان که به اخص این کمک ها به مناطق خود برمیگردند از کمک یاد شده خرسند، اما نگرانی دارند که این کمک ها چرخ زندگیشان را جاری نگاه داشته نمیتواند و خواستشان این است که حکومت در قسمت اعمار سرپناه ها به آنان کمک کند. په زمونږ په ولسوالۍ کې جنګونه موږ د جنګونو له امله را کډه شوي مرکز ته کابل ته او موږ سره یې وشکه دا کومې مرستې اوس موږ سره وکړې دا مرستې موږ ته کفایت نه کوي موږ سره باید نورې مرستې وکړو زمونږ کورونه وران دي جنګونه وران کړي دي. این در حالی است که موسسه یاد شده این کمک ها را در سه مرحله که مرحله نخست آن 272 خانواده را شامل و در ولایت های غور، میدان وردک، دایکندی و غزنی و مرحله دوم که ولایت های بلخ، جوزجان، فاریاب و بدخشان را شامل می شود 294 خانواده از این کمک ها مستفید گردیدند و در مرحله سوم 229 خانواده در ننګرهار، کنر و لغمان از این کمک ها بهره مند شدند. به دلیل جنگ های داخلی به هزاران تن از نقاط مختلف کشور به شهر کابل بجا گردیدند که هنوز هم به آب پاک آشامیدنی، سرپناه و مواد غذایی نیازمند هستند. بر نزدیک به 1000 هکتار زمین در کندز امسال خربوزه زرعه گردیده بود و خواست دهقانان این بود که بتوانند در نبود جنگ حاصلات خود را جمع‌آوری و از قرضداری رهایی یابند، اما آفت‌های مختلف فصل‌هایشان را متضرر ساخته و با خسارات هنگفت مالی روبرو گردیدند.
دهقانان از ریاست زراعت می خواهند که با آنان در قسمت دواهای مختلف همکاری کرده و فصلهایشان را از آفت نجات دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم. ولایت کندوز که علاوه سایر قلعه ها شهرت خاصی در خربوزه نیز دارد. سالانه دهقانان آن بر هزارها جریب زمین خربوزه زر می کنند و علاوه از کشور به سایر کشورها نیز صادر می گردد. اما امسال حاصلات آن را امراض مختلف متضرر ساخته و دهقانان را با زیانهای زیاد اقتصادی روبرو ساخته است. اینکه چرا امسال حاصلات خربوزه را مرض زده، قاری عبدالغفار رئیس ریاست زراعت کندوز در رابطه با آن می گویند. په مجموع کې سږ کال په کندوز ولایت کې 4,922 هکتاره آبي او للمي ځمکه باندې د خټکیو فصل شوی دی، چې د خټکیو فصل ډېر ښه فصل و. موږ خپل امکانات له بزګرانو سره شریک کړي وو، دواګانې مو ورکړې وې او خپل مسلکي کسان هم لیږلي وو هلته، خو د فصل په نیمایي کې بعضې آفتونه او امراض را پیدا سول. فتونه دا و چې ګرد و غبار راغله او یو قسم چینجی د خټکیو را پیدا شو چې د دهقانانو او بزګرانو فالیزونه یې متضرر کړل. مردمی که بر زمین های خربوزه به هزاران افغانی مصرف کردند میگن با تاوان روبرو هستند و از ریاست زراعت میخواهد که در آینده تخم های اصلاح شده، کود کیمیاوی و دوای ضد امراض را به اسرع وقت به آنها توزیع کند تا جلو خسارات بیشتر گرفته شود. میالی فلنگ امسال که ما خربزه کردیم، خربزه اصلاتش هیچ چیزی نیست که ما خرچ خود ما را پس پرانه میکنه که برای خود ما بده. ما که چیزی که مصرف کردیم، ما مصرف خود ما را پرانه میکنه. امسال که خربزه را کرم زده، یکی بوتاش مرده خشک شده دو. با تماشا میده تصویر که این خربزه است، ما 800 خربزه کردیم، 500 شه بالا کده، موندگی شه ایجا جدا کده جلا. دیگه مکمل کلش خراب از بعد. ای دولت میخواییم که تمام کمک کنه دیگه باز. امی هفت جریب زمین ما 500 دانه خربزه سودا نکردیم. ارا کرم زده کن در بدر است. ای دولت فقط امیر خواهش داریم که در ما کود بتیا تخمی کرم بتیا تمام چیز در میال ماش پاشیدیم، ماش هم کرم زده. صدیقی میگوید امسال فصلهای خربوزه را ناگاهانی مرض زد و تیمهای آن تحقیقات را آغاز کردند که دوای ضد این امراض را شناسایی و در آینده آن را بر دهقانان توضیح کنند. منگا بزگران تا په هوای ورکړی دا وخت په وخت هم دوی ته سیمینارونه ورکړی دي او خپل شته امکانات دواګانې مو دوی ته ورکړی دي او منگا سیار صحي ټیم د دې امراض لپاره ساحې ته لیږلي تر څو د دې مرض علایم له ځان سره نښې د دې راوړي او دغه نښې منگا له وزارت سره شریکوو چې په آینده کې د دې دپاره ښه درمل او ښه امکانات موږ ته راکړي او دغه موږ له بزګرانو سره شریک کړو او بزګرانو ته یې ورکړو تر څو زموږ بزګران له دې ضرر نه او له دې آفت نه خلاص شي. کندوز که امسال شاهد زرع زیاد خربوزه بود، دهقانان آن را آفتهای موسمی متضرر ساخته و خواهان همکاری از سوی ریاست زراعت هستند. سپاسگزارم از توجهتان. به سرویس خبری این ساعت. روز بر شما خوش. خداوند نگهدار.